دارالافتای مصر با صدور فتوای اعلام کرد توسل به رسول خدا صلی الله علیه و آله موضوعی مشروع است و مسلمانان اعم از سلف و خلف بر اساس آن عمل کردند و انکار آن جایز نیست. در این فتوا آمده انکار توسل به رسول خدا صلی الله علیه و آله جایز نیست و متون زیادی از کتاب و سنت گواه این مطلب است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل با نشر گزارش ماه آگوست خود از وضعیت مردم افغانستان نوشت 24 میلیون و 400 هزار تن از شهروندان افغانستان از جمله 13 میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. گفتنی است بیشترین آسیب در 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان بر کودکان این کشور وارد شده و در حال حاضر نیز بارها سازمان‌های بین‌المللی درباره گرسنگی این کودکان هشدار دادند. خبرگزاری الجزیره نوشت مقام‌های آمریکایی با ادعای اینکه مساجد مکانی برای طراحی عملیات تروریستی و گسترش افرادگرایی هستند از آنها جاسوسی می‌کنند و همین دیدگاه است که با مخدوش کردن افکار عمومی موجب می‌شود تا برخی گروه‌ها حمله به مساجد را در دستور کار خود قرار دهند. مسلمان بودن در آمریکا خطر توهین، تبعیض، تحقیر عمومی، آزارهای فیزیکی و بدتر از اینها را در طول تاریخ این کشور به دنبال داشته است. روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان افت کیفیت آموزشی در ایران به قلم فخرالدین آشتیانی وزیر اسبق آموزش و پرورش به وضعیت فعلی آموزش در ایران پرداخت. در بخشی از این مطلب آمده بر اساس رده‌بندی موسوم به شاخص توسعه انسانی پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را بر اساس سه فاکتور رفاه اجتماعی، کیفیت نظام آموزشی و کیفیت نظام بهداشت و درمان نشان می‌دهد. در این رده‌بندی در زمینه آموزشی ایران با نزولی 6 پله‌ای مواجه شده و از رتبه 70 به 76 سقوط کرده است. روزنامه بریتانیایی تلگراف خبر از نقش یک کلاهبرداری بزرگ در شیوع بیماری وبا داد و نوشت تعدادی از تانکرهای حمل آب شرب که بنا بود آب شرب بهداشتی در اختیار مردم این مناطق قرار دهند، آب خام موجود در رود فرات را که فاضلاب نیز به آن متصل است بدون تصفیه یا ضد عفونی مستقیما بین مردم توزیع کردند که موجب انتشار وبا در میان مردم شد. گفته می شود شمار مبتلایان به وبا در سوریه از مرز 6000 نفر گذشته. این در حالی است که تعداد جانباختگان این بیماری در شمال سوریه 36 نفر اعلام شده و هر لحظه در حال افزایش است. هالیوود با همکاری پنتاگون و سیا اقدام به تولید فیلم‌های تلویزیونی بسیاری کرده که در آنها اعراب و مسلمانان به عنوان تروریست معرفی شدند. الکساندر آسترو که کارگردان و منتقد سینما در مقاله‌ای تحت عنوان تولد پیشتازی جدید دوربین قلم در سال 1948 هشدار داده بود که شخصیت جدیدی که سینما آن را به تصویر می کشد تبدیل به سبک زندگی و زبان خواهد شد. او توضیح داد که منظورش از زبان شخصیت هنرمند است که ایده ها را به مخاطب القا می کند، همان گونه که یک مقاله یا یک رمان این کار را انجام دهد. از این رو او عصر جدید سینما را عصر دوربین قلم نامید.